سرخط خبرها. محکومیت ایران در سازمان ملل متحد. مجمع عمومی این سازمان تهران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اما و اگرهای صلح در افغانستان. طالبان میگوید حاضر است 6 ماه آتش بس کند اما شرط دارد. پشتیبانی آمریکا از کردهای سوریه، تاکتیک یا استراتژی؟ واشنگتن میگوید حمایتش دائمی نیست. و در روز جهانی مهاجرت، چراغ قرمز آمریکا برای دادن کارت سبز به ایرانی ها. سلام بر شما، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری سه‌شنبه 27 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر را در ایران محکوم کرد. در نشست دیشب مجمع عمومی این سازمان 84 کشور به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران رأی موافق، 67 کشور رأی ممتنع و 30 کشور رأی مخالف دادند. حکومت ایران متهم شده که با توسل به خشونت و سرکوب مانع آزادی بیان، اجتماع و تجمع می شود. مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی را سانسور و جامعه مدنی را سرکوب می کند. ایران همواره این انتقادها را رد کرده و گفته این قطعنامه انگیزه سیاسی دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشستی با وزیران خارجه روسیه، ترکیه و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به ژنو رفته. هدف فراهم کردن مقدمات تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه است. قرار است این کمیته 150 عضو داشته باشد و نمایندگان دولت سوریه، مخالفان سوری در داخل و تبعیدی‌های سوریه در آن حضور داشته باشند. بر سر شرایط تشکیل این کمیته میان روسیه، ایران و ترکیه از یک طرف و آمریکا، فرانسه، بریتانیا و عربستان از طرف دیگر اختلاف نظر وجود دارد. معاون اول رئیس جمهوری ایران از خرج شدن بودجه دولت برای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هایی که به گفته او قرار بوده خصوصی باشند انتقاد کرده. اسحاق جهانگیری گفته بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هر کس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بودجه سال آینده به دستور آیت الله خامنه‌ای بر اساس شرایط تحریمی تنظیم شده. در ایران شمار کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز که دستگیر شده اند به بیش از 40 نفر رسیده. فعالان کارگری میگویند بازداشت شدگان به زندان مرکزی اهواز منتقل شدند اما هنوز دلیلی برای بازداشتشان ارائه نشده. محمد شریعت مداری وزیر کار و تعاون ایران به خبرگزاری کار ایلنا گفته وضعیت بازداشتی ها را پیگیری خواهد کرد. کارگران گروه ملی فولاد اهواز که چندین ماه است حقوق نگرفتند در روزهای گذشته با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه تجمعات بزرگی در شوش و اهواز برگزار کردند. همطور که اشاره کردم در ابتدای برنامه، سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر رو در ایران محکوم کرده. از واشنگتن همکارم خشایار جنیدی به ما پیوسته. خشایار، رأی امسال با سالهای قبل چه تفاوتی کرده؟ رانا، یک قطعنامه‌ای که پیشنویسش رو چین تهیه کرده بود و از حمایت کشورهای غربی برخوردار بود، تعداد کشورهایی که علیه ایران رأی دادن امسال 3 کشور بیشتر از سال گذشته است. یک افزایش 3 کشور افزایش داشتند. در کل میشه اشاره کرد که 84 کشور رأی مثبت دادن به این قطعنامه، عمدتاً کشورهای غربی بودند، و در بین 67 کشوری که رأی منفی دادن به این رأی منفی دادن میشه نام روسیه، عراق و چین رو دید. قطر و کویت از جمله کشورهایی بودند که رأی ممتنع دادند به این قطعنامه. این قطعنامه ایران رو محکوم میکنه به خاطر موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر که شامل تبعیض علیه زنان هست، محدود کردن آزادی بیان و اعتقاد به ادیان هست، و اشاره شده به ادیان و مذاهب مختلفی که پیروانش در اقلیت هستند در ایران و به گفته این قطعنامه حقوقشون نقض میشه. اشاره شده به نقض حقوق
آزادی بیان روزنامه نگاران و افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت هستند و همچنین دیگر نکاتی که اشاره شده این هست که با اینکه در مواردی احکام اعدام مربوط به محکومان مواد مخدر در ایران حذف شده، اما تعداد افرادی که در دوران نوجوانی مرتکب به کاری شدن که به خاطر اون محکومیت به اعدام گرفتن رو به افزایش است. واکنش ایران معمولا به این قطعنامه اینه که این اقدامی هست که انگیزه های سیاسی داره. به چه دلیل ایران چنین حرفی میزنه؟ خب ایران طبیعی هست که چنین قطعنامه رو محکوم کنه و رد کنه و اونطوری که نماینده ایران در سازمان ملل متحد هم قبلا گفته بود، بعد از اینکه پیشنویس این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی ماه گذشته تصویب شد، اینکه به گفته ایران کشورهایی که خودشون دست داشتن در مواردی مانند استعمار، در آپارتاید، در نژادپرستی از این حق برخوردار نیستن که بخوان ایران رو محکوم بدونن در رابطه با نقض حقوق بشر. متشکرم همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما. آتش سوزی در یک مرکز پیشتابستانی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان باعث مرگ دو کودک شده. دو مصدوم دیگر هم وضعشان وخیم اعلام شده. علت این حادثه آتش گرفتن بخاری نفتی این مرکز اعلام شده. در پی این حادثه مدیر آموزش و پرورش ناحیه دوم شهر زاهدان استعفا کرده و دادستان سیستان و بلوچستان دستور بازداشت مربی و مدیر این مرکز را صادر کرده. همکارم سیامک محیط‌زاده در استودیو با ما. سیامک، جزئیات خبر رو دنبال کردی، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ این مدرسه همونجوری که گفتی مدرسه غیر دولتی هست در زاهدان، در خیابان مصطفی خمینی زاهدان واقع شده و اتفاقی که افتاده به این شکله که چیزی که در واقع اطلاعاتی که من تونستم از منطقه کسب بکنم اینه که روایت‌هایی که اونجا هست اینه که زنگ ورزش بچه‌های پیشتابستانی بوده و یکی از بچه‌های این کلاس، دانش آموزای این کلاس که اسمش متاسفانه توی لیست فوتی‌های این رخداد هست، برای برداشتن کاپشنش به کلاس مراجعه می‌کنه ولی تأخیر می‌کنه. سه تا دیگه از دوستاش بعدش میرن دنبالش که ببینن چرا نیومده، که ظاهراً با آتش‌سوزی مواجه میشن و حد زده میشه که اسم این در واقع این چهار دانش آموز همون چهار دانش آموزی هستن که وضعشون وخیم هست که دو نفرشون منجر به فوت شده. یکی از کسایی که اسمش به عنوان فوتی مطرح شده همون دانش آموزیه که تو این روایتی که من بهتون گفتم برای برداشتن کاپشنش رفته به کلاس. یعنی کلاس در واقع موقعی که اتفاق افتاده تعطیل بوده. اگر کلاس خالی بوده، بچه‌ها تو زنگ ورزش بوده و یک دانش آموز به تنهایی میره که کاپشنشو برداره. حالا حد زده میشه که شاید خود اون دانش آموز با چراغ نفتی که وسط کلاس روشن بوده برخورد کرده یا حالا کاپشنش به اون گرفته شده. روایتی که دارم اینه که کاپشن اون دختر بچه صورتی بوده و تو فیلمی هم که ما داریم یکی از کاپشنا که دیده میشه رنگش صورتی هست. متاسفانه این دانش آموز اونجا دچار حریق شده و قربانی شده. واکنش مقامات چی بوده؟ مدیر آموزش پرورش، مدیر کل آموزش پرورش سیستان بلوچستان تهران بوده، بلافاصله به زاهدان عزیمت میکنه و در اولین گزارشش تایید میکنه که قصور برخی از دست اندرکاران مدرسه واضحه و ما عذرخواهی میکنیم از این قضیه، که همونجوری گفتی دادستانی هم دستور بازداشتشون رو داده. در مدیر آموزش پرورش ناحیه دو زاهدان توی متن استعفاش در واقع چیزی که من دیدم نوشته که علارغم پیگیری ها و مکاتبات جدی که دارم داشتم متاسفانه این اتفاق افتاده و فارغ از اینکه مقصر این حادثه کی باشه من استعفا میدم به عنوان مسئول اصلی این اتفاق. و این احتمالا نشون میده که شاید پیگیر نقص هایی که در مدارس بودن و متاسفانه نتیجه نداده. ما اولین بار نیست که دانش آموزای مدرسه در ایران به خاطر نقص سیستم حرارتی دچار حادثه میشن. بعد دختران مدرسه شین آباد به خاطر داریم که هنوز دارن با عوارض این اتفاق دست و پنجه نرم میکنن. چیزی که من میدونم یک گروه پزشکی به سرپرستی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان هم از تهران به زاهدان اعزام شدن که بررسی بکنن ببینن برای رسیدگی به مصدومین و مجروحین چه کار میشه کرد و جدی پیگیری بکنن. این اتفاقاتی که بعد از این افتاده و روایتی که من از مردم منطقه دارم با علت آتش سوزی که آتش نشانی اعلام کرده آتش گرفتن بخاری نفتی هست همخوانی داره و احتمالا به همین دلیل بوده آتش سوزی اونجا. متشکرم سیامک محیط‌زاده همکارم در استودیو با ما.
محمود بهزادی، وکیل مدافع نازنین زاغری، تبعه ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است، گفته خانم زاغری تقاضای آزادی مشروط کرده. آقای بهزادی گفته چون خانم زاغری بیش از نیمی از دوران محکومیتش را گذرانده، می تواند حکم آزادی مشروط بگیرد. وکیل خانم زاغری همچنین از درخواست انتقال موکلش که بیمار است به بیمارستان خبر داده. نازنین زاغری در فروردین سال 95 هنگام خروج از فرودگاه امام خمینی به همراه دختر خردسالش بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. انتشار فیلمی مربوط به سخنان توهین‌آمیز محمد باسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس ایران، خطاب به یک کارمند اداره گمرک جنجال آفرین شده. در این فیلم یک نماینده مجلس درخواستی از کارمند اداره گمرک دارد که با مخالفت او کار به تنش لفظی می‌کشد و در نهایت یک نفر که به نظر می‌رسد مراجعه کننده باشد او را از ساختمان بیرون می‌کند. این نماینده مجلس گفته فیلم منتشر شده تدوین و بخش‌هایی از آن حذف شده. اگرچه وزیر اقتصاد ایران از این نماینده مجلس عذرخواهی کرده، اما یک نماینده مجلس از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده. امروز برنامه هشتگ شما هم به بهانه واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به انتشار این فیلم، نظر و تجربه شما رو درباره رفتار متقابل کارمندان و ارباب رجوع در اداره‌های ایران می‌پرسه. آیا داشتن پست و مقام سیاسی می‌تونه در جامعه به افراد امتیاز ویژه‌ای در مقایسه با سایر شهروندان بده؟ در صورت نارضایتی از رفتار با ارباب رجوع، طرح و پیگیری شکایت تا چه حد ممکنه؟ از راه‌هایی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید جویا می‌شیم که نظر شما چیه؟ همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. بر اساس گزارش‌ها از ابوظبی، طالبان گفته آماده است 6 ماه اعلام آتش بس کند، به شرط اینکه به این گروه تضمین داده شود که دولت آینده افغانستان به فرد منتخب این گروه واگذار می‌شود. طالبان رسما این موضوع را تایید نکرده. دومین روز گفتگوهای صلح افغانستان امروز در امارات متحده عربی ادامه دارد. نمایندگان آمریکا، پاکستان، عربستان و امارات هم در این نشست شرکت کردند و دولت افغانستان هم گفته هیئتی را برای گفتگوهای قریب الوقوع با هیئت طالبان به ابوظبی فرستاده. علی حسینی خبرنگار ما در کابل به ما پیوسته. علی، اینکه دولت هیئتی داره اعزام میکنه به این گفتگوها، به نظر میاد که گفتگوها رو وارد مرحله جدیتری میکنه. فعلا به نظر میرسه که گفتگوها وارد مرحله جدیتری شده. در 2 روز گذشته میتوان گفت که 3 موضوع نسبتا مهم در دیدار 11-12 نفر از اعضای طالبان با 4 کشور نمایندگانی از 4 کشور دیگر، آمریکا، پاکستان، عربستان و امارات، 3 موضوع نسبتا مهم مطرح شده، از جمله ای که ایجاد دولت موقت، نمایندگی، معرفی نمایندگان گروه طالبان در برای این دولت موقت و همچنین اعلام آتش بس 6 ماه. گویا به نظر میرسه که نماینده ایالات متحده آمریکا از طالبان خواسته که یک آتش بس 6 ماهه‌ای را اعلام کنند و طالبان هم در پاسخ به این خواسته گفته که در صورتی که پاکستان، 3 کشور دیگر، امارات متحده عربی و همچنین عربستان تضمین کنند که دولت آینده موقت افغانستان به رهبری فرد منتخب این گروه باشد، در آن صورت اعلام خواهند کرد که این 6 ماه آتش بس را اعلام خواهند کرد. از طرف دیگر نمایندگان دولت افغانستان هم در همین شهر ابوظبی حضور دارند، اما نتوانستند وارد مذاکرات شوند به خاطری که طالبان به شدت موافق این موضوع بودند، و اما با دیگر افراد و با دیگر نمایندگان دیگر کشورها دیدارهایی داشتن و صحبتهایی کردند. نشست 3 روزه است و قرار است دور بعدی این گفتگو هم در همین شهر برگزار شود و بعد ببینیم که روز سوم چه نتایج آنطور که گفته شده از این مذاکرات به دست خواهد آمد. چقدر این پیشنهاد اینکه نماینده طالبان در رهبری دولت موقت رو در دست بگیره مورد پذیرش دولت افغانستان قرار میگیره؟
خب سوال خیلی سختی است که در حال حاضر نمیتوانیم پاسخ دقیقی به آن بدهیم، چون که نمایندگان دولت افغانستان در این نشست حضور نداشتند، با نمایندگان طالبان صحبت نکردند و از طرف دیگر هم دولت افغانستان باور داره که گفتگوها و مذاکرات باید به نمایندگی از دولت افغانستان باشه. هر تصمیمی که در هر گفتگوها و مذاکرات و دیدارهای صلح صورت میگیره باید در اون دیدارها نمایندگان دولت افغانستان هم حضور داشته باشه. به همین خاطر فعلا نمیتونیم بگیم که نمایندگان افغانستان و در مجموع دولت افغانستان در رابطه با این نوع پیشنهاد طالبان چه پاسخی خواهند داشت، گرچه با موضع‌گیری های قبلی، چون موضوع تازه هست اینکه رهبری دولت آینده موقت افغانستان و طالبان بر عهده داشته باشند، موضوع بسیار جدیدی هست و گفته و قبل از اون هم دولت افغانستان واکنشی نشان نداده. باید بدن فعلا نمیتونیم بگیم که موضع دولت آقای اشرف غنی چه خواهد بود، به ویژه در مذاکراتی که غایب مذاکرات است. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها از ابوظبی، طالبان گفته اگر به این گروه تضمین داده شود که دولت آینده افغانستان به فرد منتخب آن واگذار خواهد شد، 6 ماه آتش بس اعلام می‌کند. در ادامه برنامه. بازی‌های کامپیوتری در کره جنوبی از عشق و علاقه گذشته، خیلی‌ها معتادند. جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمایت آمریکا از کردهای سوریه تنها برای مبارزه با داعش است و دائمی نخواهد بود. وزارت دفاع آمریکا پیشتر گفته بود که قصد دارد 40,000 نیرو را در چارچوب نیروهای دموکراتیک سوریه آموزش دهد و مسلح کند، نیروهایی که بیشترشان از کردهای سوریه هستند. ترکیه بارها از آمریکا خواسته دست از حمایت کردها بردارد و تهدید کرده که به زودی به مناطق تحت کنترل کردها در شرق رودخانه فرات حمله خواهد کرد. ژیار گل گزارش می‌دهد. جنگ با داعش در شرق فرات، جنگی که از 4 سال پیش شروع شده و هنوز در سوریه ادامه دارد. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و با حمایت هوایی آمریکا باقی مانده نیروهای داعش را از منطقه حجین در شرق فرات در دیر زورا بیرون راندند. ارتش آمریکا کردهای سوریه را مؤثرترین متحد خود در جنگ با داعش می‌خواند، اما ترکیه آنها را بخشی از پکک و تهدیدی برای امنیت ملی خود. دیروز نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه حمایت این کشور از کردها را مقطعی خواند و آنها را ابزاری برای مبارزه با داعش دانست. ما از نیروهای دموکراتیک سوریه برای یک هدف مشخص حمایت می‌کنیم، شکست داعش. آنها نیروهای مؤثر و موفقی در جنگ با داعش بودند. همکاری ما هم به نفع ما بوده هم به نفع خودشان. ما هیچ گونه رابطه‌ای با مناطق خودگردان جدا شده نداریم. این سیاست این دولت و دولت‌های پیشین آمریکا بوده. ما در دراز مدت از لحاظ سیاسی و نظامی برنامه‌ای برای حمایت از آنها نداریم. در نهایت همه گروه‌ها باید به سوریه جدید که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است بپیوندند. در چند روز گذشته رئیس جمهوری ترکیه بارها تهدید کرده است که اگر کردها شرق فرات را ترک نکنند به آنها حمله خواهد کرد. آیا ما عملیات شاخه زیتون را انجام دادیم؟ بله. عملیات تصرف افرین را انجام دادیم؟ بله. به سنجار حمله کردیم؟ بله. ما همیشه بالای سر تروریست ها هستیم. آنها را در سنگرهایشان دفن خواهیم کرد. 4 سال پیش داعش در حملاتی بر غزه توانست صدها شهر و روستا را در عراق و سوریه به تصرف درآورد و رقه را پایتخت خودخوانده خلافت اسلامی اعلام کرد. اما داعش امروز حتی نتوانست همین پایتخت خودخوانده اش را حفظ کند. نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی آمریکا توانستند داعش را از دهها شهر و روستا بیرون برانند، از جمله از رقه و منبج. مناطق زردرنگ امروز در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است. حدود 2,000 نیروی ویژه آمریکا در کنار کردها در این مناطق مستقر هستند. یکی از رهبران کرد سوریه بزرگترین تهدید برای تمامی کردهای منطقه را رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می داند.
ساواش واردار ترکیه در تمام جبهه ها تلاش میکند کردها را از رسیدن به حقشان محروم کند. ترکیه منتظر چراغ سبز برای حمله به ماست. آمریکا میخواهد هم کردها را داشته باشد هم ترکیه. نمیدانیم پشت پرده بین آمریکا و ترکیه چه توافقهایی شده. در افرین این بمب‌های ناتو بود که بر سر ما ریخته شد. ما یاد گرفته‌ایم بدون کمک دیگران به مبارزه ادامه بدهیم. در 4 سال گذشته داعش شکست‌های فراوانی را متحمل شده. نیروهای کرد نقش مهمی در شکست این گروه در سوریه داشتند. اما شکست داعش هزینه هنگفتی هم برای کردها داشته. هزاران کشته و مصدوم. ژیارگل، بی بی سی. پس از نزدیک به یک دهه تلاش حزب محافظه‌کار حاکم در بریتانیا برای کاهش میزان مهاجرت به این کشور، انتظار می‌رود که رساندن میزان مهاجرت سالانه به ده‌ها هزار نفر از سیاست مهاجرتی جدید دولت بریتانیا حذف شود. پارسال در برنامه انتخاباتی حزب حاکم بریتانیا اعلام شد که دولت محافظه‌کار قصد دارد میزان مهاجرت به این کشور را به کمتر از 100 هزار نفر در سال برساند. اما بی بی سی اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد در پیش‌نویس سیاست‌های مهاجرتی دولت این رقم حذف شده. کاهش میزان مهاجرت به بریتانیا یکی از عوامل اصلی برگزاری رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2016 بود. دولت نیوزیلند قصد دارد بر سر قانونی شدن ماریجوانا یا گیاه شاهدانه برای مصارف تفریحی در این کشور همه پرسی برگزار کند. اندرو لیتل، وزیر دادگستری نیوزیلند، گفته این رفراندوم همزمان با انتخابات سراسری سال 2020 نیوزیلند برگزار خواهد شد. حزب سبز که عضو دولت ائتلافی جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند است، حامی این همه پرسی است. نتایج یک نظرسنجی در سال گذشته نشان داد که 2/3 مردم نیوزیلند طرفدار قانونی شدن مصرف تفریحی ماریجوانا هستند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در یک سخنرانی به مناسبت 40 سالگی اعلام سیاست درهای باز اقتصادی در این کشور هشدار داده که هیچ کس نمیتواند به چین دیکته کند که چه باید بکند یا نکند. آقای شی گفت چین قصد برتری بر سایر کشورها یا توسعه به قیمت عقب ماندن کشورهای دیگر را ندارد. به نظر می‌رسد سخنان آقای شی انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد که روابط تجاری دو کشور را دچار بحران کرده. کره جنوبی از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان گسترش صنعت بازی‌های کامپیوتری آنلاین را دارد. بیش از نیمی از جمعیت این کشور یا بازی‌های کامپیوتری می‌کنند و یا در حال تماشای بازی دیگران در رقابت‌های حرفه‌ای هستند. اما این رشد سریع مشکلاتی را هم به وجود آورده، از جمله اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری. لارا بیکر گزارش می‌دهد. In South Korea, many kids don't want to be sports stars. در کره جنوبی بسیاری از بچه‌ها علاقه به ستاره ورزشی شدن ندارند، اما در عوض به دنبال کسب شهرت در دنیای بازی‌های کامپیوتری‌اند. اونها ساعت‌ها در اتاق‌هایی که مخصوص انجام این بازی‌هاست می‌نشینند و بازی می‌کنند. رقابت اونقدر شدید است که حتی وقتی برای غذا خوردن هم نیست. بچه‌ها در اینجا جنگجو، قهرمان و یا برنده‌اند. اما این موضوع تأثیر زیادی روی نسل جدید گذاشته. این نوجوانان تنها تعدادی از صدها نفری هستند که باید برای از بین بردن آثار منفی بازی‌های کامپیوتری دوره‌های ویژه‌ای را بگذرانند، چون اشتیاق بیش از حدشان به بازی‌های کامپیوتری تبدیل به اعتیاد شده. من کردم بازی‌های کامپیوتری رو کنار بذارم، اما دوستام دوباره تشویقم کردن و دوباره بازی کردن رو شروع کردم. وقتی میرم سراغ این بازی‌ها ساعت‌ها می‌گذرن و من هنوز دارم بازی می‌کنم. اینطور شد که فکر کردم به بازی کردن معتاد شدم. احساس کردم یکی باید کمکم کنه. اونها رو به یک محل نگهداری سالمندان بردن. هدف اینه که دوباره به زندگی واقعی برگردند و بتوانند روابط انسانیشون رو گسترش دهند پیش از آن که مشکلشون حادتر بشه. پلیس چن را پس از اون که 96 ساعت در یک مرکز بازی‌های کامپیوتری به بازی کردن مشغول بود به بیمارستان منتقل کرد. او چندین هفته تحت مراقبت‌های ویژه روانشناسی از سوی پزشکان بود. چندین بار شکست خوردم، اشتباهات زیادی کردم، نتونستم سر حرفم بمونم. مدیر یکی از مدارس اینجا هم معتقد است که راه مقابله با این رفتار محدود کردن بازی‌های کامپیوتری نیست، بلکه تشویق کردن بچه‌ها به بازی کردن است. هونه 18 ساله در درس‌هایش مشکل پیدا کرده بود، چون تمام شب را به بازی‌های کامپیوتری می‌گذروند.
اما حالا به او اجازه دادند تا برای پرورش مهارت‌هایش بتواند در مدرسه بازی کند. فکر کنم از طریق بازی‌های کامپیوتری میتونم نشون بدم که در چه زمینه‌هایی قوی‌تر هستم. میتونم نقاط قوتم رو به دیگران نشون بدم. وقتی به خاطر خوب بازی کردن من برنده میشیم خیلی خوشحال میشم. این معلم استفاده از بازی‌های کامپیوتری را به یک برنامه درسی تبدیل کرده. همه به عنوان مشکل به این موضوع نگاه میکنن، اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم میبینیم که هر کدوم از این بچه‌ها توانایی‌هایی دارن. اگر به این توانایی‌ها اهمیت بدیم و روی اونها کار کنیم میبینیم که اونها چه نبوغی دارن. کره جنوبی دارای یکی از بزرگترین صنعت‌های تولید بازی‌های کامپیوتری دنیاست، صنعتی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار که به سرعت هم رو به رشده. اما این کشور همزمان نیاز دارد تا سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام دهد تا مطمئن شود که نسل جدیدش را در این راه از دست نخواهد داد. Laura Bicker, BBC News, Seoul. منچستر یونایتد جوز مورینیو رو اخراج کرد. آقای مورینیو 2.5 سال هدایت شیاطین سرخ رو بر عهده داشت و با این تیم قهرمان جام حذفی و لیگ اروپا شد. منچستر یونایتد در این فصل وضعیت خوبی در جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان ندارد و در رتبه ششم است. مورینیو در آخرین بازی خود به عنوان مربی منچستر یونایتد 3-1 به لیورپول باخت. شماری از دانشجویان ایرانی در آمریکا مدتی است که مشغول تماس با نمایندگان کنگره این کشور در مخالفت با تصویب یک طرح هستند. طرحی که میگویند شرایط گرفتن اقامت دائم یا کارت سبز در آمریکا را برایشان مشکل تر میکند. این طرح اخیراً در مجلس نمایندگان تصویب شده و ممکن است به زودی به لایحه بودجه در مجلس سنا هم ضمیم شود. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش میدهد. HR 392 نام یکی از صدها طرح و ماده واحده است که در کنگره آمریکا در حال بررسی است. این یکی اما از آن دسته است که با چراغی خاموش به تصویب نزدیکتر می شود. همین حرکت بی سر و صدای طرح به سمت رأی آوردن تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در آمریکا را نگران کرده است. آنها می گویند اگر قانون شود ایرانیانی که می خواهند ویزای دانشجوییشان را به ویزای کار و سپس به کارت سبز یا اجازه اقامت در آمریکا تبدیل کنند باید 10 سال یا حتی بیشتر منتظر بمانند. وکلای مهاجرت میگویند این به این معناست که شهروندان کشورهایی که متقاضی بیشتری از آنها در آمریکا وجود دارند مثل چین و هند زودتر کارت سبز میگیرند و ملیت‌هایی چون ایرانیان برای مدتی بسیار طولانی تر باید انتظار بکشند. پر پیچ و خمتر شدن مسیر و انتظار طولانی تر برای ایرانیان متقاضی اقامت دائم مانند شیرین استحباناتی، دانشجوی دکترا و مدرس دانشکده شیمی دانشگاه شهر نیویورک. او و هزاران دانشجوی ایرانی که پای تومارهای اعتراضی به نمایندگان کنگره را امضا کردن میگویند وضع ایرانیان از متقاضیان دیگر کشورها بسیار بدتر است. ما دانشجوی ایرانی اکثرمون یعنی اکثر قریب به اتفاقمون ویزای یک بار ورود میگیریم که همونجوری که همه میدونن اگه بریم ریسکش زیاده که بخوایم برگردیم، چه بسا کسایی که رفتن ویزا نگرفتن درسشون نصف کار مونده. حالا دوم میشه این قانون منع ویزا برای ایرانیان، قانون travel ban، که خب خانواده‌های ما هم نمیتونن بیان و ما رو ببینن. و حالا با این طرح جدیدی که داره توی کنگره میاد، به جای 3 تا 4 سال که گرین کارت از ویزای دانشجویی به ویزای کار و بعد گرفتن کارت سبز طول بکشه، ممکنه تا 10 سال طول بکشه. و این شد که ما دانشجوی ایرانی با هم دیگه متحد شدیم و تصمیم گرفتیم که اطلاع رسانی بکنیم به نمایندای کنگره و بگیم که چقدر ما تحت این فشار قرار میگیریم به عنوان دانشجویی که توی مملکت درس میخونیم و به نوبه خودمون تاثیر مثبت داریم اینجا. تأثیر مثبت در آمریکا و مشقاتی که فرمانها و طرح‌های سختگیرانه 2 سال گذشته ایجاد کردند و آزاده نیکزاد سازنده شیرازی فیلم‌های نجوا و اکس در حال ساخت مستندی درباره آن است تا صدای اعتراضش را به همراه دیگر دانشجویان به گوش آمریکایی‌ها برساند. پدرم مریض هستن، مادرم همینطور، نمیتونن اینجا منو ملاقات کنن و من هم نمیتونم برم اونجا ببینمشون و متاسفانه این مشکل بسیاری از ایرانی ها هست در آمریکا و من تصمیم گرفتم که یک فیلم در این مورد بسازم تا از طریقش آمریکایی ها آشنا بشن با مشکلات دوستاشون، همسایشون، همکاراشون، کسایی که واقعا توی این جامعه کار میکنن و خدمت میکنن به این جامعه. ایرانیان معترض به این طرح
تنها نیستند. از انجمن بیمارستان‌های آمریکا گرفته تا وکلای مهاجرت کانادای آمریکایی نسبت به پیامدهای تصویب HR 392 هشدار دادند. شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت و آمازون اما حامی آن هستند. در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا کنگره آمریکا مانع جدیدی به مسیر پردست‌انداز اقامت هزاران ایرانی در آمریکا اضافه خواهد کرد یا نه. بهمن کلبوسی، BBC نیویورک. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهیتون.